بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی اجل الله تعالی فرجک. امیر مؤمنان علی علیه السلام سخنی دارند پیرامون توجه به امور آخرت و اینکه گاهی انسان توجه به امور دنیوی انسان رو غافل میکنه از وظایف و تکالیف و اموراتی رو که باید بیشتر توجه داشته باشه برای آخرتش. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیهم ما هو اضر من. آدمیان انسانها ترک نمی کنند چیزی از امر دینشون، از اموراتی که مربوط به دین هست، از وظایفی که مربوط به دین هست، مجموعه ای از اوامر و نواهی که آیین و دین و مکتب انسان رو تشکیل میده، اینها رو انسان باید انجام بده، جزء وظایف و تکالیف همیشگیش هست. پرداختن و توجه به امور دینی جزء ضروریات و واجبات هست، مجموعه ای از محرمات هست که انسان باید ترک کنه، امور حرام هست، مجموعه از تکالیف و واجبات هست که انسان باید اینها رو انجام بده. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند لا یترک الناس شیئا، انسان چیزی رو ترک نمی کنه از امر دینش برای اصلاح دنیایش مگر اینکه خداوند برای اون شرایطی فراهم می کند که ضررش، ضرر این پرداختن به امور دنیایی بیش از نفع اون خواهد بود. توضیح مطلب و شرح مطلب چیه؟ یعنی اینکه گاهی انسان یه تکلیف دینی رو، مثلا روزه گرفتن، نماز خوندن، حج رفتن، یا جدا کردن بخشی از مالش به عنوان خمس یا زکات، این رو ترک میکنه برای اینکه یه مقدار دنیای آبادتر داشته باشه، بتونه به امور تجاری دنیایی بیشتر بپردازه، مثلا به کسب و کار بیشتر بپردازه، مقداری مال و منار بیشتری جمع آوری کنه. ترک یک امر دینی برای پرداختن و اصلاح امور دنیایی. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند خداوند برای چنین شخصی وضعیتی فراهم می کنه و پیش آمدهایی رو فراهم می کنه که این پرداختن به مسائل دنیوی ضررش از نپرداختن بیشتر خواهد بود. لذا بارها و بارها دیدیم کسانی که توجه به مسائل مذهبی و دینی ندارند، چه کسانی بودند، زحمت کشیدند سالیان سال، مثلا در سن 60 سالگی، 60 و چند سالگی، در حالی که مال و منال فراوانی داشتند، گرفتار یه بیماری خطرناکی شدند، چند روز بعد از دار دنیا رفتند، یا نه بدون خبر. و این قصه ها و این داستان ها پیرامون من و شما فراوان هست، بدون خبر با یه سکته مغزی، یه سکته قلبی از دار دنیا رفتن. البته این به این معنا نیست که انسان نباید به دنبال کسب و کار و معیشت و تجارت باشه، به دنبال این نباشه که یه رزق و روزی حلالی تهیه بکنه، این به این معنا نیست. بله، ما باید به دنبال کسب و کار و
تلاش و کوشش باشیم تا یک رزق حلالی رو تهیه کنیم، آبرومند در جامعه زندگی کنیم، وزر و وبالمون بر جامعه نباشه، کل بر جامعه نباشیم و خانواده خودمون رو و اهل و عیال و فرزندان خودمون رو در تنگنای معیشت قرار ندیم، در یه سطحی متوسط در خور شأنمون، هر کسی در خور شأن خودش زندگی آبرومند داشته باشه. ولی مهم به دنبال دنیا دویدن، شبان روز فکر و ذکر انسان این باشه که مال منال بیشتر جمع‌آوری کنه و دلبستگی به این دنیا داشته باشه. من یادمه در اوائل جوانی و دوران نوجوانی در شهرمون در کاشان، در اون محله ما یک نجار و چوب فروشی بود، یک مغازه خیلی بزرگی داشت. یه روزی صبح آمد دید مغازه آتش گرفته و تبدیل به زغال شده، هیچ چیزی دیگه توی این مغازه نمونده بود. در جا همین وضع رو که دید مقابل مغازه سکته کرد و فلج شد، مدتی هم در این حال زندگی کرد و از دار دنیا رفت. خب این شخص تمرین نکرده بود که نباید دلبستگی به دنیا داشته باشه. خب همون خدایی که این مال و منار رو داده، این رزق و روزی رو برای انسان فراهم کرده، خب این شرایط امتحان رو هم قرار میده و همون خدا توانایی داره که دوباره حتی بیشتر از اون به انسان بده. خب اگر ما تمرین کنیم که دلبستگی نداشته باشیم به این دنیا، حالا داره در تاریخ که یه وقت یک فقیری شنید زاهدی جایی خارج شهر در یه خیمه زندگی میکنه، گفت بریم این زاهد و عابد رو ببینیم. آمد دید این زاهد خیمه خیلی مجلل و شیک و گران قیمتی برای خودش فراهم کرده. وارد خیمه شد دید یک دوشک مخملی و گران قیمتی و این زاهد روی اون دوشک نشسته. نگاه کرد دید این میخهایی که این چادر رو بر زمین کوبیدن و استقرار دادن، اون روی میخا طلاییه. تعجب کرد، گفت من آوازه تو رو شنیده بودم که تو زاهدی، تو دلبستگی به این دنیا نداری، خارج شهر اومدی تو یه چادر و خیمه داری زندگی میکنی، این چه وضعیه؟ اون زاهد خندید و گفت هر چه تو بگی من انجام بدم، میخوای با تو را میفتم. و انگار این چادر و این وضعیت و این تشک مخملی و این چیزهایی که به نظر تو ارزشمنده، انگار همه رو میکنم، صرف نظر میکنم از همه اینها. اون فقیر را افتاد و این زاهد به دنبالش رفتن، مقداری از اون چادر خیمه فاصله گرفتن. یه وقت فقیر رو کرد به زاهد، گفت ای وای فراموش کردم کاسه خودم رو در خیمه تو، این وسیله رزق و روزی منه، وسیله کاسبی منه، به قول حالا معروف کاسه گداییمو اونجا جا گذاشتم. اون زاهد خندید گفت ببین اون میخهای طلایی رو دیدی، اون وضعیت رو دیدی، اون میخا بر زمین فرو رفته بود و بر دل من فرو نرفته بود و اون تنها کاسه تو به دل تو و به مغز و ذهن تو نشسته و وارد شده. مهم وارد دنیا شدن و از دنیا استفاده کردن نیست، مهم این است که دنیا وارد ما نشود، دنیا وارد ذهن ما نشود، دلبستگی به دنیا نداشته باشیم. پس غفلت بزرگ این است که ما به دنبال دنیا باشیم و دلبستگی به دنیا پیدا بکنیم و در قبال این دلبستگی به دنیا
و در مقابل این دلبستگی به دنیا ما امورات دنیوی رو هم ترک بکنیم، امورات دینی خودمون رو ترک بکنیم، در مقابل روی آوردن و اصلاح دنیای خودمون دین خودمون رو تحت شعاع قرار بدیم، دین خودمون رو فراموش بکنیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام این پیام نورانی را به ما میدهند. چه بسا انسانی که ترک بکند امر دین خودش را، بی توجه به امور دینی بشه برای اصلاح دنیای خودش، خداوند تبارک و تعالی شرایطی فراهم میکنه برای او که ضرر این رویاوری او به دنیا بیش از نفعش و منفعتش خواهد بود. ماه رمضان ماه عدم دلبستگی به دنیاست، روی آوردن به ارزش‌های معنوی، به قرآن و عترت است. ماه خودسازی است. در این ماه است که باید به این مطالب مهم بپردازیم و غفلت نکنیم از خودسازی. التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.